یعنی حدود 19 20 ماه پیش، بیش از یک سال نیست، که آیا خط قرمز اتمی، خط قرمز در برابر این که رژیم بمب اتمی داشته باشه به قوت خودش باقی هست یا نیست؟ این سوال اول بود. سوال دوم این بود که آیا خط قرمز تحویل ندادن عراق در سینه طلایی به گونه تمام عیار، یعنی در تمامیتش، به رژیم به قوت خودش باقی هست یا نیست؟ چون بحث عقب نشینی نیروها بود، پس این سوال به جایی بود که خلع رو کی و چی پر خواهد کرد، چون از قبل رژیم گفته بود و احمدی نژاد گفته بود که ما آماده ایم خلع رو پر بکنیم. به عبارت دیگه آخوندها همیشه آماده مفتخوری هستند. برای همین رژیم خیلی خوش بود که اوباما انتخاب می شود و عراق را ترک می کند و خلع را رژیم پر می کند، یعنی تمامی عراق را فرو می ولعد و این همانی می شود. خلاصه الگوی همین رژیم در عراق پیاده خواهد شد و دامنه نفوذ رژیم گسترش پیدا می کنه، مجاهدین را هم اخراج می کند و به این ترتیب پایه قدرت خودش در داخل ایران محکم و تثبیت می شود. حتما بحث های ادعای تثبیت شدن رژیم از جانب خودش و پشتیبانانش و عیادیش در اون روزگار یادتون هست. اون روز ما جوابهایی به این سوالات دادیم که یک به یک در بوته آزمایش قرار گرفتند.